بعد از بررسی مباحث مربوط به زمین شناسی و زمین ساختی که گفتیم آره مسکن روستایی روی یک بستر پایداری باشه، در قسمت مطالعات محیطی شناخت وضعیت موجود روستا و ارزیابی اون، به مطالعات اقلیمی می‌رسیم که خیلی هم مهمه. مطالعات اقلیمی بسیار مهمه در طرح‌های حادی روستایی مستوی بنیاد مسکن. البته اینو با مطالعات هواشناسی اشتباه نگیرید، چون وقتی میگیم مطالعات اقلیمی یعنی یک هواشناسی دراز مدت. هواشناسی دراز مدت کلا بهش میگن مطالعات اقلیمی. در واقع این مصوبت از مطالعات آب و هوایی یک روستاست، مطالعات آب و هوایی یک روستاست که حالا در مطالعات اقلیمی یک روستا خب پارامترهای زیادی مهمه واقعا و باید بهش بپردازیم. بعضی مواقع عدم پرداختن به یک مطالعه اقلیمی بسیار جامع و کلنگر باعث اتفاقات بدی در یک سکونتگاه روستایی شده. یعنی در واقع ما باید با این نگرش سیستمی، باید با این نگرش سیستمی که همون نگرش کلنگر باشه، باید کل روستا رو ما بررسی کنیم. یعنی از متد زمین شناسی، آبیاری، خاک شناسی یا کار ندارم، من اینجا میخوام در مورد مطالعات اقلیمی صحبت کنم. وقتی صحبت از مطالعات آب و هوایی و مطالعات اقلیمی میشه در طرح‌های روستایی، ما باید در مورد وضعیت دما، بارش اون روستا، بعد جهت و وزش باد، جهت و وزش باد که باد از کدوم سمت، سرعت باد و بعد حتی زاویه تابش، زاویه تابش آفتاب، تابش آفتاب. خب اینا همش خیلی مهمه. حالا من یک یک توضیح میدم. مثلا در بحث بارش ما باید ببینیم که بارش اون روستا یا اون کنندگاه روستایی چه نوع بارشیه، چه نوع بارش اونجا اتفاق میفته، یا بارش جامد یا بارش مایع، جامد است یا مایع. مثلا از لحاظ اینکه بارش یک سکونتگاه برف باشه یه سکونتگاه روستایی باران باشه، دو تا مقوله بسیار متفاوت، چرا که برف در زمین نفوذ میکنه و بعد در بخش مرد مطالعات منابع آب میبینیم که اونجا یک روستایی که برف گیره یک روستایی که بارانه با هم متفاوته و سکونتگاهش هم فرق میکنه. یه مثلا در مورد جهت و وزش باد، اینکه باد از کدوم سمت میوزه و سرعت باد چقدره، این هم خیلی مهمه، چون در طراحی مسکن روستایی اینکه جهت باد از کدوم سمت باشه خیلی مهمه و مخصوصا تجهیزات زیربنایی که در روستا هستن. یه مثلا از لحاظ زاویه تابش آفتاب، اینکه آفتاب از کدام سمت میوزه باعث میشه که ما پنجره های خانه های روستایی یا سکونتگاه به کدام سمت باشه، و اینکه دوباره آفتاب رو به دامنه‌های شمالی یا دامنه جنوبی در یک سکونتگاه روستایی نشون میده که محصولات کشاورزی رو کجا بکاریم و چطور مدیریت محصولات کشاورزی کنیم، یا تعداد ساعات آفتابی نشون دهنده وضعیت اقتصادی روستا میتونه باشه که مخصوصا درجه روز. اینا مباحثی که در مطالعات اقلیمی باش بپردازیم. و بعد اینکه دوره برگشت سیلاب خیلی مهمه که دوره برگشت سیلاب باید محاسبه بشه، هر چند صد سال یک بار، هر چند ده سال یک بار، یعنی چه مدت طول میشه تو دوباره اون منطقه سیلاب به وجود بیاد. مثلا در بحث معابر سکونتگاه های روستایی بحث اقلیمی خیلی مهمه که اینکه حالا این معابر حالا آبگیر هست یا نیست، سیلاب میاد و بعد اینکه حالا اون منطقه در سال چقدر رگباریه و اینکه چقدر بارش های سیل آسا داره. این همش مواردی که در مطالعات اقلیمی ما باید بهش بپردازیم که معمولا خب ما اگر دقت کرده باشید، حالا اگر آشنا باشید با مطالعات اقلیمی، معمولا یک مطالعه اقلیمی به یک مطالعه 30 ساله میگه، مثلا در مناطق کوهستانی، یعنی ما دما، رطوبت و بارش و تبخیر و اینا رو باید در حد 30 سال داشته باشیم که بر اساس اون مطالعات اقلیمی شکل میگه. گفتیم که شرایط دراز مدت آب و هوا یک منطقه. خب برای به دست آوردن مطالعات اقلیمی شما باید به طرح‌های فرادستی نگاه کنید، فرادستی و ملی نگاه کنید و مطالعات استانی و شهرستانی که بتونید اینا رو به دست بیارید، مخصوصا از لحاظ طبقه بندی اقلیمی هم خیلی مهمه که اون روستایی یا سکونتگاه روستایی در چه وضعیتی هستن، این در آب‌وهوای گرم، خشک، کوهستانی، کوهپایه‌ای. در واقع از وقتی که محقق یا
حالا اون شرکت مشاور میخواد به انجام طرح عادی در یک روستا بپردازه، میخواد به انجام طرح عادی روستایی بپردازه، باید خیلی دقت کنه در مطالعات اقلیمی و واقعا توجه ویژه رو به اون داشته باشه. در مسابقات جدید بنیان مسکن خیلی دقت میشه روی مطالعات اقلیمی. خب عدم توجه به مطالعات اقلیمی هم مثل دیگر پارامترها، مثل مطالعات زمین شناسی و غیره که در ادامه میگیم، باعث خسارت‌های جبران ناپذیر میشه و باعث میشه که یک روستا یا سکونتگاه در اثر یک اشتباه بسیار کوچیک، مثلا فرض کنید یه سیلاب اومده، ما متوجه دوره برگشت نبودیم، این چقدر باعث خرابی مساکن و مزارع کشاورزی میشه و خیلی تاثیرات زیربنایی ما رو در یک روستا از نظر اقتصادی، حالا اجتماعی یا سکونتگاهی از بین خواهد برد اگر که اتفاق بیفته. و بعد اینکه یه چیز دیگه، وضعیت یخبندان روستا، وضعیت سرمازدگی نمیشه، باید بررسی بشه. و اینکه آیا روستاهایی که در وضعیت مناطق کشور، روستای ما در معرض ریزگردا هستن، مثل روستاهایی که در استان خوزستان هستن، باید به این توجه کنیم. بعضی روستای ما مدام با پدیده بهمن روبرو هستن و بعضی از روستای ما تگرگ دارن، که همه اینا باید بررسی بشه. چرا که وقتی ما داریم مساکن روستا، اصلا این مسکن رو تعیین میکنیم، این خونه رو تعیین میکنیم، باید توجه ویژه داشته باشیم به اینکه ریزش های جوی، سرعت باد، حالا وضعیت شهری، تگر، ریزگردا در چه وضعیت هستن. این هم خیلی مهمه برای سکونتگاه روستایی. پس مطالعات اقلیمی یکی از مطالعاتی که نه در طرح‌های حادی روستایی بلکه در همه طرح‌های حادی شهری و طرح جامع و تفصیلی و همه طرح‌هایی که منجر به بحث‌های مکانیابی و شرکای صنعتی میشه ما در نظر قرار میگیره. در مکانیابی مثال من بزنم، در مکانیابی حالا اماکن روستایی، اماکن و تأسیسات و سکونتگاه‌های روستایی، خب خیلی مطالعات اقلیمی مهمه. یه مثال اگه بخوام بزنم، بحث گورستان، مکانیابی گورستان، مکانیابی حالا قبرسون یا گورستان، حالا اونجا وقتی که ما می‌خوام مکانیابی کنیم باید یه جوری قبرستان طراحی بشه، یعنی ما یه مطالعات اقلیمی رو ما انجام بدیم و بعد یه اتفاق نیفته که قبرستان در بالا دست روستا باشه، وقتی که بارون میاد سیلاسا میشه، اون حالا اون شیرابه‌هایی که در قبرستان به وجود میاد و مواد حالا بعضا سمی که هست وارد روستا بشه و سلامت روستاییان رو به خطر بندازه. در اکثر مکانیابی ها یا سایت سلکشن هایی که در روستا، حالا چه مکانیابی خانه بیداش باشه، مکانیابی قبرستون باشه، مکانیابی حالا مزارع کشاورزی باشه، و اینکه اصلا در اون روستا از اقتصادی چه محصولی کاشته بشه، توی مکانیابی ها ما توجه ویژه‌ای به مطالعات اقلیمی داریم که در بعد بهتون نشون میدم یه طرح عادی روستایی رو که باید ما اطلاعات اقلیمی رو جمع کنیم. البته اطلاعات اقلیمی نمیتونیم با مطالعات میدانی به دست بیاریم و با پرسجو و پرسشنامه اینو در سطح روستا نمیتونیم به دست بیاریم، باید استفاده از طرح ملی و فرادست مراجعه کنیم و اونو توی طرح عادی بیاریم که بسیار بسیار مهمه.